اصغر اجازه بدید که از شما شروع کنم. ما در این موضوع با یک جلسه رسمی طرفیم که در این مورد نماینده های همه مردم در اون حضور دارن. ارومیه هم میدونیم که یه شهریه که هم آذری ها و هم کردها و هم اقلیت های دیگه در اون زندگی میکنن. ریشه این مشکل کجاست که یک مسئول یا یک نماینده نمیتونه فارسی صحبت کنه؟ بله، من هم خدمت شما و مهمان عزیزم سلام عرض میکنم. ببینید، ریشه مشکل رو قبل از اینکه به اون مسئله بپردازیم، هم آیه حضرت‌پور به فارسی تسلط کافی دارن، هم آیه حاتمی به ترکی تسلط کافی دارن و در این مورد ویدیوهای وجود داره که میشه اینو ثابت کرد. اما ما اگر بخوایم به ریشه این مسئله بپردازیم، یک واقعیتی هست که در مدیا به این مسئله پرداخته نمیشه، اون اینه که وجود مشکل قومی و ملی در ایرانه که در نقاط مختلف ایران میتونیم شاهدین باشیم. این فقط در استان آذربایجان غربی نیست. ببینید، ما در ایران دو نوع استان داریم. یک سری استان‌ها مثل استان‌های یزد، زنجان و آذربایجان شرقی، اینها استان‌های تکتیب هستن، یعنی از یک فرهنگ تقریبا میشه گفت خاصی تشکیل شدن. ولی در استان‌های مثل آذربایجان غربی، کردستان، قزوین، فارس و یا خوزستان نمیشه گفت اینا تکتیب هستن، بلکه از فرهنگ‌های گوناگون و از ملیت‌ها و یا از اقوام گوناگون. در این مورد خاص ارومیه هم تکتیب نیست به گفته شما، در این مورد خاص دلیل چه است؟ بله، در این مورد خاص ببینید، فعالین ترک معتقدن که از طرف مرکز سعی بر این هست که هویت ترکی استان آذربایجان غربی با یک هویت دیگه و یا با هویت کردی قاطی بشه. البته این یک نگاهیه که از سوی فعالان آذربایجان هست. از سوی دیگر اگر ما بخواهیم به اظهارات جناب آقای حاتمی نگاه کنیم، بله درسته هویت اول ارومیه هویت ترکی است، ولی خب اقلیت کرد هم در این شهر وجود دارن و اونا باید به حق اونا احترام باشه. روایت های مختلفی در این باره وجود داره آقای اصغری، اینکه حالا اقلیت کی هست و کی نیست یا چه اتفاقی افتاده، ولی من میخوام موضوع رو اینطوری در واقع توضیح بدم. دلیل برای شما بیارم. اجازه بدید آقای اصغری، اجازه بدید به شما وقت میدم که صحبت کنید. ولی الان اگر مقیاس رو اینطوری بذاریم، ما با یک جلسه رسمی حکومتی یا دولتی طرفیم که نماینده ها به هر حال باید به فارسی صحبت کنن که زبان رسمی هست. دلیل اینکه تنش ها اونجا بین این نماینده ها اتفاق میفته چیه؟ ریشه اینو کوتاه به من بگید ممنون میشم. ببین، من ریشه اینو بگم، اول اینکه اون جلسه رسمی نبود، جلسه مربوط به روز خبرنگار بود و جلسه شورای شهر ارومیه نبود. دوم اینکه مثلا ما میگیم در شهر رشت زبان رسمی که در شورای شهر اون استفاده میشه زبان گیلکیه و سالهاست که این مسئله ادامه داره. و اگر ما بخواهیم به ریشه این مشکل نگاه کنیم، اینم همون در اول صحبت ها اشاره کردم، اونم اینه که در ایران هویت ها، ملیت ها و قومیت های مختلف سعی میکنن وجود خودشون رو ابراز کنن در مناطق مختلف. من ریشه این مشکل رو در اینجا میبینم و اینم عرض کنم خدمت شما. ببینید، اون که خیلی کوتاه بگید آقای اصغری، آقای کردپور هم باید صحبت کنم. بله، در 30 ثانیه خلاصه کنم. ببینید، الان در شهر ارومیه خب ما سه تا نماینده مجلس داریم که هر سه تا، حالا فارغ از نگاه‌های سیاسیشون که حالا موافق باشیم یا نه اون یه بحثی است، هر سه تا نماینده ترک هستن. در شورای شهر فعلی ارومیه اگر اشتباه نکنم از 11 و یا 12 عضو این شورای شهر، 3 و یا 4 عضو این شورا کرد زبان هستن و من معتقدم به اینها باید مترجم داده بشه که بتونن از حق خودشون استفاده بکنن. ممنونم از شما. آقای کردپور، شما ریشه مشکل رو در چه میبینید؟ این که در یک جلسه ای که رسمی بوده، حالا آقای اصغری معتقدن که رسمی نبوده، در اونجایی که به حال نماینده های آدم های مختلفی وجود دارن، یک نماینده ای بخواد یا نخواهد به زبان فارسی صحبت کنه؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. البته این که این روزنامه‌نگار عزیز از آنکارا صحبت میکنن و از اوضاع داخلی آذربایجان غربی و داخل کشور اطلاع ندارن، امری طبیعی هستش، چون بر اساس آمار رسمی که وزارت کشور هر 5 سال آمارگیری میکنه، در سطح کشور سرشماری میکنه، استان آذربایجان غربی اکثریتشون کرد هستن و متاسفانه بر اساس جمعیت، منابع، امکانات، فرصت هایی که در استان هستش تقسیم نمیشه و همیشه مناطق و شهرهایی که آذری نشین هستند و شیعه هستند بیشترین امکانات رو در اختیار دارن.
چون بنده خودم اینجا هم معلم بودم 22 سال در دبیرستانها صحبت کرده تدریس کردم، هم به هر حال اینجا زندگی میکنم با این مردم و با این وضعیت. اکثر شهرهای استان آذربایجان غربی کرد هستند، حالا سنی این موضوع رو حالا بذارید کنار، اینکه آقای کورپور این که اقلیت کی است اکثریت کی است موضوع بحث ما نیست، ریشه مشکل رو بفرمایید. بله، ریشه مشکل البته برمیگرده به اینکه دموکراسی در کشور وجود نداره، یعنی و انتخابات آزادی برگزار نمیشه که اقلیت ها و که در مناطق مختلف کشور هستن بتونن نمایندگان واقعی خودشون رو در مجلس و شوراها انتخاب کنن و در آنجا حضور داشته باشن و نماینده واقعی مردم باشن و مشکلات رو بیان کنن که حتی ببینن جمعیت این مناطق چه میزان هستش و بر اساس جمعیتشون از منابع و امکاناتش منطقه استفاده کنن. حتی در دوره آقای احمدی نژاد که به همراه کابینت اومدن ارومیه، آقای مشایی اعلام کردن این استان را اشتباهی آذربایجان غربی اعلام کردن. این یک مقام رسمی هستش که سالها خود آقای مشایی در این استان در نیروهای امنیتی این استان خدمت کرده و مسئولیت داشته و خیلی هم اطلاع داره از وضعیت منطقه. ایشون گفتن این استان اکثرا کردنشین هستند و متأسفانه اشتباهی آذربایجان غربی در دوره که استانها رو تقسیم میکردن آذربایجان اسم گذاشتن. آقای کورپور این وارد این چالش ها خواهش میکنم نشیم که حالا اسم استان چه هست و کی بیشتره، تعداد کیا بیشتره کیا کمترن. بگذارید بحث رو اینطوری پی بگیریم که این رویکرد این مسئولان تا چه اندازه نشون دهنده اون روحیه جمعی اجتماعی هست که در این شهرها زندگی میکنن و افراد بسیار زیادی از قومیت های مختلف در اون زندگی میکنن و نگرش های مختلف فتا اقلیت‌های دینی و با هم دیگه دارن زندگی میکنن، چقدر این بازتاب دهنده اون روحیه جمعی است؟ متأسفانه بازتاب دهنده این روحیه جمعی نیست، چون اینکه شما میفرمایید چطوری ما بتونیم با هم دیگه زندگی کنیم مثل یک کشور متمدن، مثل کشورهای اروپایی که قومیت‌های مختلف، ملیت‌های مختلف در داخل یک کشور زندگی میکنن و کمترین مشکل و اصطکاک رو با هم دیگه دارن. این مدیریت بسیار دموکراتیکی میخواد که همه اقوام و ملیت ها اقشار مختلف بتونن از امکانات مساوی برخوردار باشند و اینکه سوار موج سواری بشن که ما در این رو به انتخابات میریم، همین آقا دارن موج سواری میکنن. نمایندگان قبلی هم حتی با استاندار درگیر شدن رو همین مسائل تاکید میکردن که بتونن رأی مردم رو کسب کنن و از امکاناتی که در کشور وجود داره برخوردار باشن. اگه ما یک رویه دموکراتیک داشته باشیم و این مسائل اینقدر عمده نشه در داخل کشور، اینقدر موج سواری نشه و به صورت مدنیتر و دموکراتیکتر و به همه امکان داده بشه که از فرصتهایی که در داخل کشور هست، منابعی که بسیار زیادی که ایران داره، به صورت مساوی برخوردار بشن، همه میتونن به هر حال مشکلات حل بشه. خب اجازه بدید که نظر آقای بله اجازه بدید نظر آقای عسخری رو هم در همین رابطه بدونیم. آقای عسخری شما فکر میکنید که راه حل ها چه هست برای اینکه جلوگیری بشه از این تنش؟ آقای کورپور معتقدند که دموکراسی نیاز است و در واقع فرصت های برابر. ببینید بهترین راه حل همون دموکراسی است به قول آقای کورپور، ولی ما ببینیم که این دموکراسی که مد نظر مثلا آقای کورپور هست چی هستش؟ اگر دموکراسی که در اون حقوق همه رعایت بشه بر اساس انتخابات سالم بشه، من 100% با این مسئله موافقم. ولی ایشون مثلا در مورد جمعیت استان آذربایجان غربی صحبت کردن که یک جمعیت اقراق‌آمیز بود، مثلا ایشون از ترک‌های ساکن در استان‌های کرمانشاه و کردستان مثل شهرهای سنگور، گربه و بیزار صحبت نمی‌کنن که جمعیت قابل توجهی از این دو استان ترک‌نشین هستن و اینها از آذربایجان منطبق و به استان‌های کردستان و یا کرمانشاه داده شدن. به نظر من مسئله رو اتنیک کردن درست نیست و با این مسئله موافق نیستم. اما در حالت کلی اگر ما بخوایم در استانهای مثل کردستان، آذربایجان غربی، فارس، قزوین و این مناطق و یا گیلان که استانهایی هستن که میشه گفت تکتیب نیستن این استانها، ما در این استانها میتونیم با مراجعه به دموکراسی و انتخابات سالم و شفاف این مشکل رو حل بکنیم. بله. ولی فعلا در نظام سیاسی موجود در ایران این امکان پذیر نیست متاسفانه. ممنونم ازتون. آقای کورتپور دیدم که میخواستید چیزی بگید، واکنشی نشون بدید، شما هم کوتاه بگید و جمع‌بندی کنیم بس. بله متاسفانه ببینید به خاطر اینکه حاکمیت مذهبی هست در داخل کشور و کردها اهل سنت هستند و علارغم اینکه اهل سنت هستن، نظارت استصوابی هم به شدت اعمال میشه. نمایندگان واقعی مردم
متاسفانه در مجلس حضور ندارن که بتونن از حقوق مردم دفاع کنن و برجسته کنن. بارها این اتفاقات میفته در مناطق مختلف کشور، حتی در اشنویه تعدادی دانش آموز کرد رو بردن ارومیه لباس ترکی اونجا به زور پوشوندنشون و اینا رو ترک زلوه دادن، در حالی که اشنویه کاملا کرد نشین هستش. و این مسائل متاسفانه تا حالت بحرانی پیدا نکنه، برجسته نشه در داخل کشور، کسی توجه نمیکنه. و من متاسفم برای آینده که یک دفعه وضعیت خلأ قدرتی به وجود بیاد در داخل کشور یا مشکلات بسیار حاد بشه، ای کاش حاکمیت به این مسائل بیشتر توجه میکرد و فرصت ها و امکانات بیشتری رو به صورت مساوی بین اقوام و ملیت های مختلفی که در داخل کشور هستن تقسیم میکرد و اجازه بروز و ظهور و حضور اقوام مختلف را با مذاهب مختلف در حاکمیت میذارن که بتونن مشکلات رو بیان کنن. مسعود کرتور روزنامه‌نگار از سنندج و کریم اصغری پژوهشگر روابط بین‌الملل از آنکارا، از هر دوی شما سپاسگزارم.